نوع صدای او سوپرانوست و شیشدنگ کامل صدا رو داراست. تحریرهای آوازیش کاملاً واضح و زیبا و پرقدرت ادا میشن. با تکیه بر نظر اساتید فن، این خواننده محبوب تونست با ارائه اثری به نام صبرم عطا کن سبک تازه‌ای رو در موسیقی سنتی ایران در دهه 40 پایه‌گذاری کنه و طراوت و تازگی خاصی به موسیقی سنتی ایران ببخشه. پروانه امیرافشاری در سال 1323 در تهران به دنیا آمد. او از خانواده با نفوذ و سرشناس امیرافشاری بود که اصالت زنجانی دارند. افشاری ها از ملاکین بزرگ آذربایجان هستند و پدر پروانه مالک 150 قریه و روستا در شمال غرب ایران بود. از همون کودکی خونه اونها به افتخار افراد با نفوذ حکومتی شاهد مراسم بزرگ با حضور هنرمندان نامی اون زمان مثل قمرالملوک وزیری، روحانگیز بنان، ملوک زرابی و غیره بود که همین انگیزه اولیه دختر خانواده برای رو آوردن به آواز شد. پروانه به دور از چشم پدر و با تشویق و حمایت مادر و همسر اولش که مردی روشن فکر و تازه از آلمان برگشته بود، با نام نویسی در تست صدا در شورای رادیوی اون زمان حیرت و تحسین اعضای شورا رو برانگیخت و بعد از اون تحت تعلیم اساتید بزرگی چون علی تجویدی و بانو ملوک زرابی قرار گرفت. او در سن 20 سالگی به یک خواننده تمام عیار تبدیل شد. در همون سن آوازی رو در دستگاه سگاه با آهنگسازی علی تجویدی و شعری از بیژن ترقی به نام صبرم عطا کن اجرا کرد که در کتاب ترانه های ماندگار این اثر به ثبت رسیده. پروانه به علت مخالفت پدر با نام مستعار حمیرا فعالیت خودش رو آغاز کرد تا پدرش او رو نشناسه. اما پدر همین که صدای پروانه رو از رادیو شنید او رو شناخت و چون آوازخوان بودن دخترش رو دور از شأن خانوادگی خود میدید، همه یه صفحات موجود در بازار تهران رو خریداری و در خانه انبار کرد و به مدت یک سال پروانه رو در خانه زندانی کرد. حمیرا در سال 1342 وقت 19 ساله بود با فشار پدرش با پسر یکی از تجار بزرگ ایرانی که همسن و سال هم بودن ازدواج کرده بود. اما این زندگی زناشویی بعد از 6 سال با وجود داشتن یک دختر به نام هنگامه به طلاق ختم شد. او در مورد جداییش گفته مادر شوهرم بی نهایت عاشق موسیقی بود و همیشه مرا تشویق میکرد. من همیشه از بس مادر شوهرم را دوست داشتم تحت کنترل او زندگی میکردم. بعد از مدتی که مادر شوهرم به اروپا سفر کرد زندگی زناشویی من هم با وجود داشتن یک فرزند به اختلاف کشید و در سال 1348 از همسرم جدا شدم. بعد از یک سال حبس حمیرا در خانه طی یک سفر اروپایی که برای جناب امیرافشاری پیش آمده بود، حمیرا که از حمایت مادر خود برخوردار بود به کار خودش ادامه داد و دومین اثر مشترک حمیرا تجویدی و ترقی ترانه‌ای به نام سرگردان منتشر شد. پدر او با آگاهی از اثر جدید دخترش او را از خانه طرد و از ارث محروم کرد. بعد از اون حمیرا مدتی رو در خانه پسر عموش که همسر وی هما میرافشار ترانه سرای معروف بود به سر برد تا اینکه در سال 1349 وقتی 26 ساله بود با پرویز یاحقی 35 ساله موسیقیدان برجسته ایرانی آشنا و با هم ازدواج کردند. زندگی دوم خانم حمیرا هم 8 سال بیشتر دوام نداشت و طبق آنچه که خودش میگه به خاطر مسائل جزئی در اوایل سال 1357 به طلاق ختم شد. حمیرا در این دوره زناشویی آثار ماندگاری با شعرهایی از بیژن ترقی و آهنگهایی از یاحقی همچون مرا نفریبی، هدیه عشق، بهار نورسیده و غیره اجرا کرد. حمیرا بعد از انقلاب چند ماهی رو در زندان به سر برد و با پرداخت مالیاتی معادل 30,000 دلار آزاد شد. اواخر سال 57 وقتی 34 ساله بود به خاطر دید منفی مردم اون دوره به زن بیوه مجبور به ازدواج با صاحب فروشگاه معروف کراوات به نام مسعود نیا شد. این زندگی در اوایل با به دنیا آمدن یک فرزند به نام یاسمن به خوبی پیش می رفت تا اینکه ورق برگشت. همسر حمیرا بعد از انقلاب به دلیل ممنوعیت استفاده از کراوات عملا بیکار شد و بیمهری او به حمیرا روز به روز بیشتر شد. حمیرا تا اواسط سال 60 خورشیدی در ایران موند و بعد از گذراندن مزاحمت‌های فراوان در تهران به یکی از شهرهای شمالی نقل مکان کرد، ولی متاسفانه باز از طرف عناصر تندرو مورد اذیت و آزار قرار می گرفت و به ناچار بدون اینکه مورد حمایت همسرش باشه به تنهایی و به صورت ناشناس با گریم در قالب یک پیرزن زشت رو
با دختر 2 سالش از مرز پاکستان از ایران خارج شد و از اونجا به اسپانیا و بعد از اون به کاستاریکا در آمریکای مرکزی رفت. او در کاستاریکا دچار افسردگی شدید شد، به صورتی که مدت 1 سال تحت درمان روانپزشک بود. شوهرش در این میان بدون توجه به همسر و فرزندش مستقیما به آمریکا مهاجرت کرد. همیرا با کمک همسر پسرعموش هما میرافشار به ایالت کالیفرنیا مهاجرت و با حمایت احمد مسعود کار هنری خودش رو از سر گرفت. زندگی او باز هم با چالش جدیدی روبرو شد. او در سال 78 خورشیدی به تومور مغزی دچار شد، اما به صورت معجزه آسایی از اتاق عمل نجات پیدا کرد. صدای همیرا قابلیت سوپرانو داره که از نوع کمیاب ترین صداهاست. با تکیه بر نظر اساتید اهل فن، همیرا از معدود هنرمندانیه که یک شب راه 100 ساله رو پیموده و تونسته با ارائه یک اثر به نام صبرم عطا کن تمامی هنرمندان شهرت یافته پیش از خودش همچون دلکش، مرثیه، هنگام اخوان و پریسا رو در سایه قرار بده. همیرا تونسته سبک نوعی در موسیقی سنتی ایرانی که بعدها توسط اساتید موسیقی اصیل به نام همیراییسم مشهور شد رو در موسیقی کلاسیک روبه افول دهه 40 خورشیدی پایه‌گذاری کنه و تراوت و تازگی خاصی به موسیقی سنتی ایرانی ببخشه و مهمتر از اون تونسته در طول 40 سال فعالیت هنری همیشه در اوج بمونه و جزو چند سوپرستار مطرح موسیقی ایران باشه. برخی از آهنگسازان نامی که با همیرا همکاری کردن عبارت از استاد علی تجویدی، استاد پرویز یا حقی، استاد کامل علی پور و استاد محمد حیدری. همیرا چند سالی است که در لس آنجلس زندگی میکنه. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. اگر به تاریخ و شخصیت‌های تاریخ علاقمند هستید، ما رو سابسکرایب کرده و با لایک و کامنت همراهی بفرمایید. متشکرم.